سلام، با آرزوی بهترین ها توجهتون رو به برنامه مجله تلویزیونی این ساعت و امروز جلب منصور سپهبند هستم و هر دوشنبه در ساعت 2 بعد از ظهر و همچنین 9 شب به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستم و همچنین جمعه ها ساعت 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت لس آنجلس با برنامه مجله تلویزیونی به منازل و مرحله کار شما. و یک شنبه هم مثل همیشه در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با برنامه تاک شو در خدمت است. امروز وقتی به درجه گرمای شهرهای نگاهی میکردم، لس آنجلس رو با 75 درجه فارنهایت هست نشون میده و کمی هم هوا ابریه. نیویورک 72 و عرض کنم حضورتون خیلی ناراحتم برای عزیزانمون در دالاس 97 درجه فارنهایت، واشنگتن دی سی 81 و خنک‌ترین شهر در اروپا رو باید لندن رو اسم ببرم و با 55 و پاریس با 59 و عرض کنم که تورنتو 66 درجه فارنهایت، تورنتو 68 ببخشید، ونکوور 66 و دبی 91 درجه، تهرانم 81 درجه فارنهایت در این گرماست. ولی خب لس آنجلس از روز گذشته کمی هوا خنک‌تر شد. این از درجه گرمای بعضی از شهرها. اجازه بدید به خبرهای نگاهی داشته باشیم که سوریه کنترل بین‌المللی برای تسلیحات شیمیایی خودش رو پذیرفت. ولید معلم وزیر خارجه سوریه برای مذاکره با مقامات روسی با این کشور سفر کرده است. گزارش حاکی است که ولید معلم وزیر خارجه سوریه از پیشنهاد روسیه مبنی بر قرار دادن تسلیحات شیمیایی سوریه تحت کنترل جامعه بین‌المللی استقبال کرده است. وزیر امور خارجه روسیه از دولت روسیه خواسته بود که تسلیحات شیمیایی این کشور را به عنوان راهی برای جلوگیری از حمله در اختیار جامعه بین‌الملل قرار دهد. پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در ادامه تلاش‌هایش در جهت جلب حمایت برای اقدام نظامی علیه سوریه به لندن سفر کرده بود، گفته بود که سوریه می‌تواند از حمله نظامی جلوگیری کند در صورتی که بشار اسد رئیس جمهوری تمامی تسلیحات شیمیایی کشور را تا هفته آینده به جامعه بین‌الملل تحویل دهد. او بلافاصله افزود که البته دولت سوریه چنین نخواهد کرد. ولی به حال پذیرفتم. و اما معاون سابق بشار اسد اشاره کرده که با شلیک 5مین موشک آمریکایی اسد کشته می شود. معاون سابق رئیس جمهوری سوریه مدعی است به محض فرود 5مین موشک آمریکایی در خاک سوریه بشار اسد کشته خواهد شد. وی گفت اسد سلاح‌های قدیمی و نسل دهم در اختیار دارد و این سلاح‌ها در رویارویی با سلاح‌های پیشرفته آمریکا نتیجه بخش نیست. وی ادامه داد به محض اینکه 5مین موشک آمریکایی در خاک سوریه فرود آید، بشار اسد کشته می‌شود. و اما دادستان سابق در دسترس نیست. دادستان سابق تهران با برکناری سعید مرتضوی از ریاست تأمین اجتماعی و همچنین کنار گذاشتن او از ترکیب هیئت مدیره این نهاد متمول به دستور وزیر، مشکلی بروز کرده که در خود بسیار شگفت آور است. این مقام مشهور که سمت‌های مختلفی در سطوح عالی دو قوه داشته اکنون در دسترس نیست تا حتی ابلاغ احضاریه به وی ممکن نباشد. بخشی از پرونده کهریزک به دلیل اعتراض در دیوان عالی است
و پرونده پالیزدان هنوز در دادسرا و به دادگاه فرستاده نشده. این آخرین اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضا درباره دو پرونده متفاوت است که متهمان یکسانی دارد، ولی سخنان ساعات گذشته اژه‌ای در نشست خبری تمام ماجرا نیست، چرا که شواهد و قرائن حکایت از کشف گرهی دارد در رسیدگی به پرونده های مطرح درباره متهم سرشناس این پرونده ها. به گزارش تابناک، با برکناری سعید مرتضوی از ریاست تأمین اجتماعی و همچنین کنار گذاشتن او از ترکیب هیئت مدیره این نهاد متمول به دستور وزیر مشکلی بروز کرد. این ماجرا که ظاهری طنز دارد از آنجا نشأت گرفته که فردا حاشیه ساز دولت سابق این روزها ترجیح می‌دهد بیشتر در سایه باشد تا در متن. مدت هاست که مرتضوی منزل سازمانی قوه قضاییه را ترک گفته و آدرس محل جدید سکونت وی هم در دسترس نیست. و اما اینا تیتریست که انتخاب سایتیست که در ایران فعاله، تیتری هم که الان برای شما بازگو میکنم تیتریست که سایت انتخاب برای این مطلب انتخاب کرده، نوشته سه چهره مرموز ماجرای انتخاب شهردار تهران. پس از مدت ها انتظار رأی گیری شورای شهر چهارم برای انتخاب شهردار تهران برگزار شد و محمد باقر قالیباف با اختلاف اندک موفق شد شهردار تهران شود. به گزارش خبرنگار انتخاب، حسین رضازاده در حالی که دور اول به محسن هاشمی رأی داده بود، در دور دوم نام قالیباف را به صندوق انداخت. همینطور الهه راستگو، چهره اصلاح طلب شورای شهر تهران که طی روزهای اخیر مدعی بود با هاشمی رأی خواهد داد، در دور اول رأی سفید داده و دور دوم قالیباف را انتخاب کرد. هنوز دلیل چرخش یک باره رضازاده و راستگو به عنوان یک چهره اصلاح طلب آن هم ظرف کمتر از 10 دقیقه مشخص نیست. مردم میپرسند چه شد که الهه راستگو در دور نخست رأی ممتنع داد و چه شد که ظرف کمتر از 10 دقیقه نظرش را تغییر داد و به قالیباف رأی داد. اساساً با توجه با سابقه اصلاح طلبی او و قول وعده های مکرر وی در جلسات جریان اصلاحات برای رأی دادن به محسن هاشمی، چرا او جریان مقابل را برگزید؟ در این چند دقیقه چه گذشته است؟ چه شد که رضازاده دور اول به هاشمی رأی داد و دور دوم به قالیباف؟ آیا در این 10 دقیقه اتفاقاتی افتاده است که مردم از آن بی اطلاع هستند؟ چرا دنیا مالی با وجود حضور در لیست اصلاح طلبان به شرکت در جلسات این جبهه باز هم به قالیباف رأی داد؟ چه شد که او رقیب را ترجیح داد؟ آیا حقیقتاً او مصلحت شهر را ترجیح داد یا داستان چیز دیگری است؟ به هر حال آقای قالیباف برای یک دوره دیگر هم شهردار شدن و از یک طرف هم آقای قالیباف اشاره کردن که حتما از آقای مهندس هاشمی استفاده خواهند کرد، اینا قبل از رأی دادن به بهروزخان. این خنده ها قبل از رأی دادنه. و اما درخواست سخنگوی وزارت خارجه ایرانیان از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به مام میهن. خانم مرزی افخم در صفحه فیسبوک خود نوشت یکی از موضوعاتی که دولت تدبیر و امید و شخص رئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی در نظر دارد به جد به سرانجام برساند، موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور و تعامل آنان با مام میهن و استفاده از توانمندی های کلی ایرانیان در سرتاسر گیتی می باشد. خانم مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در فیسبوک رسمی خود خواستار بازگشت ایرانیان از کشور و تعامل با آنان و استفاده از توانمندی های کلی ایرانیان شد. وی در پستی که در همین زمینه منتشر کرد، ضمن ارائه آدرس جیمیل شخصی خود و ایمیل وزارت امور خارجه نوشته است یکی از موضوعات خواست آقای رئیس جمهور بازگشت ایرانیان است. به هر حال خانم سخنگو، خانم مرزی افخم،
آدرس ایمیلشون هم دادن و گفتن که من حتی المقدور تلاش خواهم کرد سخنگوی برخی ایمیل ها باشم. خدمتگزار کوچک شما مرضیه افخم. بلیت بگیرم برای تو؟ و اما آقای ظریف وزیر امور خارجه اشاره کرد که میان ایران و آمریکا پیام‌های رد و بدل درباره سوریه انجام شده است و همچنین آقای ظریف محمد جواد ظریف اشاره کرد که مشکلی برای ملاقات با وزیر خارجه انگلیس در حاشیه اجلاس سازمان ملل وجود ندارد. محمد جواد ظریف این روزها از تیتر نمی افتد چرا که وزیر خارجه خاصی از راه نرسیده با دو پرونده سنگین هسته‌ای و حالا سوریه مواجه است و امیدهای زیادی در او دیده می شود. آقای ظریف در ارتباط با انتقاد دوستان شما از آقای احمدی نژاد که این گونه پرسیده شده جواب داد، انتقاد این بود که چرا بدون توجه به سایر مناطق آمریکا، مناطق جهان، آمریکای لاتین را انتخاب کردن. یعنی آمریکای لاتین بخشی از سیاست خارجی ماست اما تمام سیاست خارجی ما نیست، به دلیل اینکه ما ریاست جنبش عدم تعهد را داریم. ما یک کشور فعال در حوزه‌هایی که با ما منافع مشترک دارن هستیم. لذا آمریکای لاتین به عنوان محلی که گرایش‌های مترقی در آن در حال گسترش است ارتباط خوبی با ما دارد. اما مشکل ما با سیاست خارجی دولت قبل این بود که در واقع تمام حوزه‌های منافع ملی رو کنار گذاشته بود و به یک سمت توجه کرده بود و همین آمریکای لاتین بود، در حالی که باید به جهان توجه داشت. آقای ظریف در بخش دیگری از صحبتش گفته که موضوع این است که اعتماد سازی در داخل فرمایشی نمی شود و این زمینه باید بیشتر کار شود و البته مسائل دیگری هم هست، درباره آن صحبت خواهم کرد. حتما اشتباه میکنن پاره‌ای، مذاکره به معنای سازش نیست، مذاکره به معنای تلاش برای رسیدن به اهداف با کمترین هزینه است. و بالاخره سرمربی تیم ملی فوتبال برای همیشه ایران رو ترک کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران بامداد شنبه تهران را به مقصد پرتغال ترک کرد. ابتدا به نظر می رسید مرد پرتغالی برای مرخصی به خارج از ایران رفته، ولی یک دیدار ناگهانی و چند جمله کوتاه از کارلوس کیروش همه چیز را تغییر داد. کیروش بامداد پنجشنبه در حالی قصد تهران را داشت که شاهدان می گویند چند چمدان به همراه داشت و دیروز نزدیکان کیروش اعلام کردند مرخصی او 10 روزه است و به تهران باز می‌گردد، ولی همین که با 5-6 چمدان در فرودگاه دیده شد گویا موضوع دیگری است. کیروش نیز پیش از ترک تهران نتوانست سکوت کند و به این ابهامات پاسخی نداد. سرمربی تیم ملی در گفتگوی کوتاهی که پیش از ترک ایران داشت به چند هوادار تیم ملی در فرودگاه گفت به دبی و سپس پرتغال می‌روم، اما زمان بازگشتم به ایران هنوز مشخص نیست. کیروش در پاسخ به این سوال که طوری حرف میزنید که انگار به ایران بر نمیگردید پاسخ داد، در صورتی که کارهایم تیم ملی انجام نشود کارهای تیم ملی انجام نشود و پول من و دستیارانم را نخواهند بدهند به ایران بر نمیگردم، فقط زمانی به ایران باز میگردم که تضمین بدهند برنامه های تیم ملی قطعا اجرا و پیاده شود. در ضمن دستیاران کارلوس کیروش تهران را ترک کردند. امید نمازی، دن گاسپار و سیمون 3 دستیاری بودند که به فاصله 1 روز پس از خروج مرد پرتغالی به نهان ایران را ترک کردند. خبرهای موثق حکایت از آن دارد که به دستور کورش دستیارانش از کشور خارج می شوند. آنها نیز قرار است زمانی همکاری خود را با تیم ملی سر بگیرند که تمام برنامه های ایران در مسیر جام جهانی فیکس شوند. کیروش در این باره گفت من اگر نگران هستم به خاطر تیم ملی ایران است و مردم کشوری که دوستشان دارم
اگر این اقدامات صورت نگیرد فقط می توانم بگویم خدا حافظ ایران. آقای کارلوس کروش اعلام کرده که 8 ماه است که پولی نه به من دادهند نه به دستیارانم. این از آقای کارلوس کروش که رفت، ولی گفته اگر همه موارد تضمین بشه، تأمین بشه، برمیگردیم. و گفته من عاشق مردم ایرانم، دوستشون دارم و برای تیم ملی من دلنگرانم. و اما خانم نازنین افشینجم گفته فرزندم شبیه من نیست. نازنین افشینجم در گفتگو با نشریه هلو کانادا اعلام کرد فرزند او بیشترین شباهت را به پدر خود دارد و شکل مادر خود نیست. شباهت بی اندازه نخستین فرزند وزیر دادگستری کانادا به پدر خود موضوعی است که همسر ایرانی این وزیر کانادایی در گفتگویی با یک نشریه کانادا مطرح ساخت و یادآور شد. وی نگران این موضوع است که وقتی فرزند خود را بیرون میبرد مردم فکر میکنند که فرزند او نیست. هفته نامه کانادایی هلو در آخرین شماره ماه آگوست خود گزارشی درباره پیتر مککی وزیر دادگستری کانادا و نازنین افشینجم همسر ایرانی وی و فرزند خردسال آنان کیان منتشر ساخت. این نشریه عکس روی جلد خود را نیز به خانواده وزیر دادگستری کانادا اختصاص داد. افشینجم که 34 سال دارد و ملکه زیبایی پیشین کانادا است در گفتگوی خود با مجله هلو به این موضوع اشاره کرد که فرزند او بیشتر به پدرش و رنگ موی قرمز، چشمان آبی، چال گونه را از او به ارث برده است. یعنی یه چیزی شبیه به نازنین خانم، ولیکن دماغ این کیانجون شبیه مامانشه. کیان نخستین فرزند پیتر مککی و نازنین افشینجم است که در آپریل گذشته در اتاوا به دنیا آمد و افشینجم که در ایران به دنیا آمد دوران کودکی خود را در بریتیش کولومبیا پشت سر گذاشت و همسر او نیز در ایالت نوا اسکوشیا که در کرانه های اقیانوس اطلس کانادا قرار داده به دنیا آمد. نازنین خانم سلام به شما. نازنین خانم افشینجم برای اولین بار بود که در رسانه های میان فارسی زبان من این سعادت داشتم که با ایشون برای اولین بار صحبت کردم، مصاحبه کردم و اولین بارم بود که آمدن در استودیو با ایشون صحبت کردم. و بله، این هم از خانم نازنین افشینجم و کیان، اسم بزرگش گذاشتی کیان، و همسرشون آقای وزیر دادگستری. و آقای جک نیکلسون با سینما خداحافظی کرد. جک نیکلسون که 3 سال پیش در فیلمی بازی نکرده به دلیل از دست دادن حافظه خود از سینما کنارگیری کرده است. به نوشته روزنامه گاردین به نقل از مجله استار، جک نیکلسون بازیگر برجسته سینما به دلیل از دست دادن حافظه‌اش از دنیای بازیگری و سینما کنارگیری خواهد کرد، چرا که دیگر نمیتواند دیالوگ‌های فیلم را به یاد آورد. و نزدیکان این ستاره 76 ساله سینما آمریکا تایید کردند که نیکلسون در روندی تدریجی دارد حافظه‌اش را از دست می‌دهد و سر صحنه فیلمبرداری دیالوگ‌های فیلم را نیز به یاد نمی‌آورد. و به نظر می‌رسد که جک نیکلسون به بیماری آلزایمر مبتلا شده است. با این حال گاردین گزارش داد جک نیکلسون با وجود اینکه از دنیای سینما و بازیگری خداحافظی کرده، دوست دارد همچنان به عنوان یک چهره مشهور در مجامع عمومی حاضر شود. و یکی از نزدیکان او به مجله رادار گفته است جک فقط از بازیگری بازنشسته شده و علاقه ندارد که از انظار عمومی دور شود. جک نیکلسون از سال 2010 دیگر در فیلم بازی نکرده است. او تا به حال برنده 3 جایزه اسکار و 6 جایزه گلدن گلوب شده است. بله، ولی آقای نیکلسون عاشق لیکرز و میره ردیف اول هم میشینه، اگرم داور خطا کنه باهاش دعوا میکنه. بله درسته، جک نیکلسون میخواد همچنان در میان مردم باشد. و اما تحقیقات سیگار الکترونیکی در ترک دخانیات مؤثر اعلام شد. بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته، سیگارهای الکترونیک به اندازه چسبهای نیکوتین دار به ترک سیگار کمک میکنند.
این سیگارها که به سرعت محبوبیت پیدا کردن با تولید بخار نیکوتین دار استعمال دخانیات را شبیه سازی می کنند و در واقع فرد سیگاری نیکوتین را مورد نیاز خود را از این طریق و بدون سوزاندن توتون سیگار را به دست می آورند. همین باعث شده که این سیگارها یکی از موثرترین وسایل ترک سیگار به نظر گرفته شود، اما بر سر ضرر این سیگارها و برای سلامت انسان اختلاف نظر وجود دارد. دانشکده آکلند در نیوزلند به منظور پی بردن به میزان تاثیر سیگارهای الکترونیکی و چسب نیکوتین دار در کاهش و ترک سیگار اولین آزمایش کلینیک را بر روی 657 نفر انجام داد. نتیجه این تحقیقات در مجله پزشکی لنس انتشار یافت و نشان می‌دهد 7.3% از مصرف کنندگان سیگارهای الکترونیکی پس از 6 ماه سیگار را ترک کردند، در مقایسه 5.8% از مصرف کنندگان چسبهای نیکوتین تا موفق به ترک سیگار بعد از این مدت شدند. در حال این هم از خیلی هم بوی بعدی داره ها، یعنی وقتی که کسی این سیگار رو میکشه با شما صحبت میکنه یک بوی بدی از دهان شخص مخاطب خارج میشه که حساب نداره. اینم بگم من اکبر گلپایگانی مخاطب من اینجاست، ایرج گردن کلفت آواز ایران است. اکبر گلپایگانی معروف به گلپا همانند حسن خواجه امیری، حسین خواجه امیری ببخشید، خواندن را به شکل حرفه‌ای از سنین پایین آغاز کرد و همانند او سالها از خواندن محروم بود. با این حال او سالها قبل به دعوت دانشکده میوزیک بیلدینگ کالیفرنیا به همراه استاد فرهنگ شریف به تدریس موسیقی ایرانی پرداخت. گلپا در عمر هنری خود اجراهای متفاوتی در سالن‌های مهمی چون رویال لندن داشته و توانسته دکترای افتخاری را در رشته آواز از دانشگاه کلمبیا آمریکا، دکترای افتخاری اقتصاد و هنر از سازمان یونسکو و دکترای افتخاری از دانشگاه مجارستان را دریافت کند. به هر حال آقای گلپایگانی در خصوص آقای ایرج گفته این توانایی آقای ایرج در سن 80 سالگی به خوبی میخواند و میبینید که همچنان سرزنده است و ایرج گردن کلفت موزیک ایران است و ایشون میگه من به این خاطر ایران رو ترک نکردم چون پدر مادرم در اینجا دفن هستن و کشورم رو دوست دارم. به ما گفتن، به من ایرج گفتن نخوان، ما هم به خاطر احترام نخواندیم. و اما گول پیکرهای طبیعی جانورهای هستن واقعا اگه شما ببینید، ولی طبیعیه ولی گول پیکرن. داریم میگن که آدم های بلند قد، بله اینها جانورانی هستن که طبیعیان ولی گول پیکرن. به تصویرهای بعدی هم نگاه میکنید، یک ماهی رو میبینید، اینا ماهی هم بله اینا ماهی زنده است، فکر نکنید بله اینها طبیعیان. و بازم در تصویر بعدی میبینیم یک ماهی دیگری رو و بازم تصویر با گاهه مورکی بریم. خب ببین اینقدر به ما هورمون میزنن، حالا تو هم به تو هم هورمون بزنن ببین چی میشیم. بفرما این هم از وای روتیل رو نگاه کن و این هم آخریش باید قورباغه باشه که ملزم میفرم. و اما اعلام شده که احتمال خطر وبا در تهران. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخل ایران نسبت به احتمال ورود بیماران مبتلا به وبا به مرکز کشور هشدار داد و گفت این افراد که اغلب به طور قاچاق از کشورهای همسایه وارد ایران می شوند ممکن است بیماری وبا را به تهران و دیگر شهرهای ایران منتقل کرده باشند. عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ با اعلامی که هر آنچه تاکنون در سال جاری از موارد ابتلا به وبا در کشور ما مشاهده شده مربوط به بیماران غیر بومی است که به ادامه داد این افراد به صورت قاچاق از کشورهای پاکستان، افغانستان، وارد استانهای سیستان و بلوچستان و قسمتی از خراسان شدند. و کینه هایی که در دربی مسابقه بین پرسپولیس و استقلال همچنان باقی مانده است. برخورد سرد نکونام و رضا حقیقی و بیمحلی علیرضا حقیقی و رحمتی
در دربی بعضی بازیکنان هر چندم بخواهند خود را طبیعی جلوه دهند، اما کینه های قدیمی را فراموش نمی کنند. اصلی ترین برخورد سرد بین بازیکنان دو تیم رفتار جواد نکونام و رضا حقیقی پیش از بازی و در طول بازی بود که حکایت از رابطه بسیار بد این دو بازیکن همپست دارد. پیش از بازی در زمانی که هر دو بازیکن قصد دست دادن به هم را به رسم اول هر بازی داشتند، دو بازیکن روی خود را به طرف دیگری بکردند تا با هم چشم در چشم نشوند. برخورد سرد دیگر بین مهدی رحمتی و علیرضا حقیقی بودش که اکنون در جایگاه یکسانی نیستند. رحمتی و حقیقی که روزگاری رابطه بسیار خوبی با هم داشتند، اکنون این رابطه به سردی کشانیده شده و در طول بازی حتی این دو وقتی نزدیک به هم شدن هم واکنشی نشان ندادند تا سردی رابطه در رفتار هر دو آنها دیده شود. برخی مدعی هستند که این سردی بین دو گلر به دلیل مسائل بعد خدافزی رحمتی از تیم ملی است و پای بازیکن دیگری هم در این سردی رابطه در میان است. رابطه نه چندان خوب بازیکنان استقلال با میثم حسینی هم مشهور بود و در طول بازی اصلا احساس نشد که آنها فصل قبل با هم همبازی بودند. خب حالا از پرسپولیس و استقلال بگذاریم، بریم به یه عکسی از بروسلی و خانوادهش نگاهی داشته باشیم، همسر و فرزندانش. و از آقای بروسلی هم که بگذاریم، باید بگم که دو جودوکار ایرانی به دنبال گرفتن تابعیت لبنان هستند. صبحان رسولی ملی پوش وزن 73 کیلوگرم و کاپیتان تیم ملی نوجوانان در مسابقه های قهرمانی جهان در آمریکا یک ماه قبل به مقام هفتم رسید، به همراه حسن خدامرادی ملی پوش وزن 81 کیلوگرم تیم ملی جوانان هم اکنون در لبنان حضور دارند و در تلاش هستند که تابعیت این کشور را بگیرند. محمد منصوری از مربیان جودوی ایران و سرمربی اسبق تیم جودوی استقلال نیز همراه این دو جودوکار است و کارهای مربوط به هماهنگی با فدراسیون جودوی لبنان و اقامت این جودوکاران را انجام می‌دهند. و اما توکیو میزبان المپیک 2020 شد. اشک‌ها و لبخندها در اولین ساعت صبح به وقت ژاپن، ژاپنی‌ها روز خود را با خبر انتخاب توکیو به عنوان میزبان المپیک 2020 آغاز کردند. گروهی از آنان روبروی ساختمان شهرداری توکیو جمع شدند و به شادمانی پرداختند. ببینید چقدر تنکیور اون آدم‌ها هستن و انسان‌ها اون تنکیور را نوشتن. و برویم به تصویر بعدی نگاه می‌کنیم که لحظه‌ای که نام توکیو به عنوان میزبان بازی‌های تابستانی 2020 اعلام می‌شود و نمایندگان ژاپن و خوشحالی نخست وزیر این کشور در اجلاس بوینس آیرس، کمیته بین‌المللی المپیک پس از اعلام نام توکیو به عنوان میزبان المپیک 2020 خوشحالیشون رو ملاحظه می‌فرمایید. با اینکه زمان اعلام خبر میزبانی توکیو در ژاپن صبح پنجشنبه بود، بسیاری از ژاپنی‌ها برای مطلع شدن از نتیجه بیدار مانده بودند. بله بیدار مانده بودند. و اما ملاحظه می‌فرمایید در این عکس در استانبول و پس از حذف مادرید در دور اول رأی‌گیری بسیاری انتظار شنیدن نام این شهر را داشتند، ولی ژاک روخه رئیس کمیته بین‌المللی المپیک نام توکیو را از پاکت بیرون آورد. و اما مادرید پیش از رأی‌گیری رأی‌گیری نهایی از دور رقابت برای کسب میزبانی المپیک 2020 حذف شد. اگر این دوتا آخش اینم مادریدی ها هستن که افسوس میخورن. بله خب بازار تاریخی تبریز برنده بزرگترین جایزه معماری در جهان شد. بازار تاریخی تبریز که سال 89 به عنوان نخستین و بزرگترین بازار سرپوشیده جهان در فهرست میزان یونسکو به ثبت رسیده بود، برنده بزرگترین جایزه معماری در جهان شد. جایزه معماری آقاخان هر 3 سال یک بار به یک یا چند معمار زنده دنیا اعطا می شود
و این جایزه از نظر مالی برترین جایزه معماری در جهان به شمار می رود. و اینکه 400 میلیون چینی نمی توانند به چینی حرف بزنند، اینکه میلیون ها نفر در چین، در کشور چین زبان چینی نمی دانند، مؤید این گفته است که چینی سخت‌ترین زبان دنیاست. این که وزارت آموزش پرورش چین اعلام کرد که این کشور 1,350,000,000 نفر جمعیت دارد که 400 میلیون نفر از آنها تقریبا یک سوم جمعیت زبان چینی را نمی‌دانند. این وزارتخانه گزارش کرده است که در مجموع 30% جمعیت قادر به ارتباطات با زبان چینی نیستند. بسیاری از مردم هم که زبان چینی می‌دانند در گفتگو مشکلات بسیار دارند و واژه‌ها را به درستی نمی‌شناسند. این وزارتخانه تاکید کرده است که باید سرمایه‌گذاری زیادی برای گسترش زبان چینی انجام داد. زبان چینی علاوه بر سختی در نوشتاری و گفتار، 4 آوای نزدیک به هم دارد و تقریبا هر واژه در این زبان با 4 آوا تکلم می شود. به همین موضوع سبب شده است که حتی شبکه‌های تلویزیونی چین برنامه خود را به علاوه گفتاری با زیرنویس زبان چینی برای سراسر کشور پخش کنند. و 24% با کنفرانس هکر، هکرهای بالکن در صربستان. این هفته کنگره کامپیوتر بالکن با حضور هکرهای برجسته منطقه در صربستان برگزار شد. عرض کنم که کنفرانس تصویر پوستر کنفرانس ملازم می‌فهمید اولین کنفرانس رو، در تصویر بعدی اولین صحنه است که هکرها در فرودگاه زاگرو با آن مواجه شدن. تصویر سمبل سربها نیکولا تسلا مخترع است و رستوران سنتی برای استقبال این افراد و جلنا سازمان دهنده کنفرانس میگوید که کنفرانس بالکن با کنفرانس هایی که در آمریکا، هلند، آلمان برگزار شده، همین کنفرانس بالکن هم برابری میکنند. ملازم میفرمایید که در تاریخ کامپیوتر به نمایش داده شده و در کنفرانس هکرها ملازم میفرمایید. و تصویر بعدی پرچم های این هکرها رو در بالکن رو ملازم میفرمایید. و سخنران، دومین سخنران این کنفرانس، مجا، کسی است که در مورد جاسوسی آمریکا روی اطلاعات کاربران اینترنت و بحث حمایت از کاربران صحبت کرد. و در تصویر بعدی در شرح برای هک کردن ماهواره ها رو میده. و در تصویر بعدی ملاحظه میکنیم که این مهارت های هک سخت افزاری است. بله. و این هکر معروف که در ارتباط با ماهواره ها صحبت کرد، تراویس، در حال اسکن ماهواره های در سطح لو، در سطح پایین زمین هستش. و عرض کنم که بله، این سخت افزاره برای سخت افزار، هک کردن برای سخت افزار. و در کارگاه فیزیکی در روز دوم برای امنیت فیزیکی کنفرانس گذاشتم. اینم برای هک کردن سخت افزار ها هستش. بله. و این هم از کنفرانس آقا. بله، اینم کنفرانس میگذارن که از نظرتون گذشت. اجازه بدید ببینم من ارتباطم میتونم با خانم دکتر زنوزی برقرار کنم در ارتباط با یک کار خیلی رو انجام دارم میدم. و من به شخصه همیشه تا اونجایی که توانستم این کار خیلی رو
حمایت کردم، خبررسانی کردم و با خانم دکتر نسترن میردامادی زنوزی هم صحبت کردم. یک مهمانی هستش، مهمانی خیریه هستش که گویا در شنبه. سلام خانم دکتر زنوزی، من منصور سپهبند هستم. سلام آقای سپهبند، حال شما خوبه؟ من خوبم، شما چطوری خانم دکتر؟ من بی موقعی که مزاحم نشدم، البته برای بینندگان عزیز توضیح بدم که ما 300 اختلاف وقت داریم، ایشون در واشنگتن دی سی، درست میگم خانم دکتر؟ بله، دستتون در مکان سلام، رو خط هستم. بله بله، شما روی خط هستید. دست شما در مکان مرسی. خیلی منم سلام عرض میکنم، اول خدمت شما و بعدم تمام بیننده های عزیزتون که واقعا مدتات منتظرم یه فرصتی داشته که بتونم از نزدیک با شما صحبت کنم. تشکر کنم از صبح و محبتی که واقعا شما داشتین در طول این سالهای گذشته و بگم تقریبا 12 سال ما با شما آشنا هستیم. دوستان عزیزی که با شما همکاری میکنم و بیننده های محترمتون که واقعا ما رو بی نهایت در این مدت سپورت کردن و البته آشنایی بنده با خانم دکتر نسترن میردامادی زونسی تلفنی است. 12 سال ما تلفنی، یعنی من حتی عکس ایشون هم من ندیدم که ببینم چهره ایشون چیه. ما 12 من قدر شما ارادت دارم آقای ما محبت و مهربون و نازنین هستین، واقعا میگم با وجودی که شخصا ندیدیم همدیگر رو، ولی من احساس میکنم سالها بیشتر از 12 سال شما رو میشناسم. قربون شما، مرسی. دوستان عزیز و همکارای شما رو در تلویزیونتون و واقعا ارادت دارم و تشکر میکنم از محبت و بزرگواری که شما دادین. خب به هر حال من تشکر میکنم، کاری از دست بنده و دیگر دوستان بر بیاد با کمال میل در خدمتتون هستیم. خب خانم، یک مهمانی خیریه هست، اونم شنبه 21 سپتامبر. در ایمیل هایی که من از شما دریافت کردم عکس دو یک دختر خانم و یک پسر نوجوان میبینم. ماجرا چیه؟ چی میخواین؟ چقدر پول میخواین؟ بفهم، در خدمتتون هستم. صدا میاد، بله، خواهش میکنم. ببینیم، ما دو مهمونی داریم در واقع. من چند تا خبر خوش خدمتتون بدم که در واقع عرض تشکر، غیر از اینکه خبر خوش خدمتتون دارم، میگم تشکر دارم میکنم از شما و خواهش میکنم اون نازنینایی که خودشون میدونن کیا هستن و با ساپورتی که به ما دادن، چه با فاینانشال و مانیتری و پول و هدایای مالیشون، چه با دعاهای خیری که واسه این بچه‌های ما کردن. ما دو تا بچه سرطانی از ایران داشتیم، از ژانویه امسال اومدن، یکی 18 ساله و یه 12 ساله که هر دوی اینا سرطان خون داشتن و هر دوی بچه ها ترانسپلانت شدن، پرشنال بلاد سل استم ترانسپلانت شدن و در ماه آگست، 19 آگست، اون آقا پسر بزرگتر ما حمید رضا برگشت با مادرش تهران بعد از اینکه حدوداً 7 ماه در امریکا بود، در تگزاس بود این بچه. بله، الحمدلله این بچه، باور کنین آزمایشش رو که دکتر ریویو کرده بود قبل از رفتن، تقریبا بچه کانسر فری و کوچکترین علائم سرطان در این بچه دیگه نبود. بی‌نهایت کیس موفقیت آمیزی داشتیم. این پسر دوممون 12 سالشه، مهدی جون، که این بچه هم ترانسپلانت شده، ولی خب یه خود اسلوتر پروگرشنی که داره و هنوز شفای کامل واقعا نداره و اقلا یه ماه یا 2 ماه دیگه زیر نظر دکتره. مهمونی هایی که داریم، یکی 21 سپتامبر که در واشنگتن دی سی هستش و یکی اول اکتبر که در نیویورک هستش، مهمونی دوممون که مهمونی خیلی خیلی بزرگتر و مجلل‌تری هستش، خانم هیلری کلینتون وزیر سابق دپارتمنت آف استیت وزارت امور خارجه. بله، ایشون آنری ما هستن، ایشون تشریف میارن که صحبت کنن در مهمونی. مهمونی تو خیابون 42 هستش در نیویورک سیتی، در سنتری اونجا قرار داره که خب خیلی مهمونی به اصطلاح پروفایل خیلی قوی تری داره و روش بیشتر داریم کار میکنیم. تیکت های اون مهمونی نفری $1000 هستش و مهمون ها هر که علاقه داشته باشه از هر جای آمریکا میتونه اتند کنه. مهمونی بعدی هم قبل از اونم که هستش، تقریبا 2 هفته دیگه در 21 سپتامبر شنبه شبه، که یه مهمونی در واقع برای که ما اطلاعات گزارشات مالی رو عرضه بکنیم به دوستداران و
عزیزانی که در این مدت ما رو ساپورت کردن تشریف میارن. در مهمونی قبلی که ما داشتیم وقتی تقریباً سولد آوت شد برنامه ما، بابت این یک دونه تیکت نمونده بود از این همه تیکت که ما برای فروش داشتیم. روی نسلی که خیلی خیلی ممنون از شما، واقعاً تشکر میکنم از صمیم قلب، از شما هنرمندای گرامی، از همه اونایی که هر کی به یه شکلی به یک حالی کمکی به بچه های ما کرد و کارهای ما رو ادوانس داد و پروگرس داد، واقعا تشکر می‌کنم. حالا انشالله خانم دکتر، من اگر یه روزی انشالله سفری دست داد آمدم سمت واشنگتن دی سی، حتما یه گزارش کاملی رو حضورم باهاتون تهیه می‌کنم. از بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایید در حال به طور در به صورت اختصار اگه شما بخواید بفرمایید چه تعداد چند تا بچه رو شما از ایران برای معالجه به امریکا آوردید و چند درصد از این بچه بفهمید؟ ببینید، ما تعداد سازمان ما فوکس اصلیش آوردن مریض از ایران نیستش. من با سازمان World Vision و Save the Children فعالیت میکنم. به این افتخار رو دارم که البته من آقای صدر من والانتیر استاف نیستم، والانتیر هستم، ولی خب این افتخار دارم که به من پوزیشنایی در هر دو سازمان داده شده و با هر دو همکاری میکنم. ما تعداد زیادی بچه در این میگم 15 سال اخیر از ایران آوردیم. واقعا تعداد دقیق و من باید چک بکنم خدمتتون بگم، ولی میتونم به شما بگم که تقریبا تمام بچه هایی که آمدن ما از ایران آوردیم که اکثرا سرطانی بودن، ولی تراما داشتیم. بچه‌ای بوده که سنگ به سرش خورده بوده که واقعا سوال و هیت ترامای شدید داشته. تمام این آقای سپرفن، تمام بچه های ما، یه سری رو موفق شدیم براشون گرین کارت رو سیتیزن آمریکاشون کردیم، موندن امریکا. یه سری خوب برگشتن ایران، مثل همین رضا با حاج خانم مادرش سلامتی با برگشتن و همونطور که عرض کردم خانم دکتر، انشالله اگر سفری دست داد من آمدم سمت واشنگتن دی سی، یه گزارش کلی از شما خواهم گرفت. از عزیزان عزیز تقاضا دارم اگر بخواهند در این برنامه ها، در این مهمانی خیریه که برای کمک رسانی هست، با هدف انسانی هست، پولی رو جمع کنن. پولش کاملا مشخصه، یه سازمانی است که مشخصه، نمیدونم برای کهریزک و نمیدونم، معلوم نیستش که من با یکی از مسئولین ارشد سازمان کهریزک صحبت کردم، گفتن ما هیچ نماینده‌ای رو در هیچ جا نداریم. علنا خودشون هم گفتن اگر هم لازم باشه صحبت کنم. به هر حال عزیزان خواهش میکنم که لطف کنن با تلفن کد بروجا این با کد 202-563-54-85 کد 202-563-54-88 و یا شماره سر خانم دکتر موبایلشون 202-580-91-37 تماس بگیرن و اطلاعات جامعه رو کامل ازشون بگیرن. اگر هم موردی هستش باز هم خانم دکتر کمک فکری بهشون خواهند رسوند. ضمناً به سهم خودم از سکا خانم گوگوش، از آقای داریوش سپاسگزاری میکنم که این سازمان و این تشکیلات رو مورد حمایت خودشون قرار دادن و بسیار ازشون سپاسگزارم. از شما هم تشکر میکنم. دست شما هم درد نکنه خانم دکتر زنوزی، و امیدوارم که در این هدفتون تشکر میکنم از شما و تمام عزیزایی که غالبا واقعا این راه با ما همراه بودن. آقای شریفان، من فقط این سریع حضورتون در ساپورت فرمایش شما بگم که ما سازمانمون امریکایی هستش، ایرانی نیستش. در امریکا اینترپریت شده، تشکیل شده. درآمد ما در ورلد ویژن در سال 2012 بیش از $1 بیلیون بیلیون از چپتر امریکا بوده و سیو د چیلدرن $647 میلیون از چپتر فقط امریکایی، نه اینترنشنال بوده. و سازمان های بسیار موفقی هستیم و استدعا میکنم عزیزایی که چه احتیاج دارن و یا چه مایلن به یک نفری که محتاج هستش کمک بکنن، با ما تماس بگیرن، همکاری کنن. و ما رکوردی که داریم روی اینترنت هستش، اکانتینگی داریم در سراسر جهان بسیار کلیر هستش. واقعا میگم دیسپوینتد نمیشن و
میتونن، ما میتونیم سرفراز از این آزمایش و تست بر انشالله بیان. انشالله. خیلی ممنونم، خواهش میکنم واقعا آقای سپهرفند، من مجددا از شخص شما نه خواهش میکنم در تلویزیون مرسی برای این همه ساپورتی که تو این سالها بدون کوچکترین چشم داشتی، بدون کوچکترین قصدی و یا تک ادوانتجی از موقعیت بچه ها این بچه رو کمک کردیم. واقعا از اول از خدا مهربون، بعدم از بیننده های شما و خود شما که هم مهربونی تشکر. خیلی ممنونم خانم دکتر، با امید موفقیت و خبرهای خوب. مرسی، خدا نگهدار. خدا باشین. خب حالا که اینجا من یه جا داره اینجا یک تبریکی به همکار خودمون که سالیان سال در همین شبکه امید ایران فعال بوده داشته باشن، به خانم مریم محب‌پور، پسرشون، آقا پسرشون داماد شدن و خدا رو شکر خانوادگی فامیلی تشریف بردن شیراز، رفتم اونجا عروسی بگیرن. انشالله مبارکشون باشه، انشالله یک زندگی توأم با سعادت و خوشبختی در کنار عروس خانوم، داماد، همچنین مادر گرامیشون، همچنین خواهرشون باشه، انشالله زندگی خوبی داشته باشن. مریم خانوم، عروسی آقا مصطفی، خیلی مبارک. ما رو توی هواپیما جان ندادیم مریم خانوم عزیز. بله، به هر حال خوش باشین، خوش باشین، بازم تبریک میگم. خب اجازه بدین چند نکته ضروری رو بهش بپردازم. مرگ عجیب و بی سر و صدای کودکان تهرانی رو بعد خدمتتون بگم که این یک در چند هفته اخیر تعدادی از بچه‌ها در بیمارستان مفید از دست رفتن. علتش هم این بوده که اینا یک مایه‌ای رو سر می‌کشیدن که این مربوط به چاه باز کنه و چون این به اصطلاح رنگ این چاه باز کن با یک نوشابه که با یک نوشابه هماهنگی داره، بچه‌ها به صرف این که این مربوط میتونه مربوط به اون نوشابه بشه که قبلا پدر مادرشون بهشون دادن و این تو رنگ تو ذهنشون بوده، رفتن اینو خوردن و متاسفانه جون خودشون از دست دادن و این مایه شوینده چاه باز کنه و ترکیبات غلیایی خیلی زیادی داشته و خب این باید رنگ این چاه باز کنن عوض کنن و خلاصه این تعدادی از بچه ها جون خودشون از دست دادن. دیگه اینکه در تهران در یکی از روستاهای مشهد یک خانواده ای داشتن چاه میکندن، داشتن چاه نیمخیز شد. آقای بهرستان وقتی اینجوری میشه یعنی اینکه مثلا 5 دقیقه دیگه مونده تموم بشی. وقتی اینجوری میشه یعنی تایم تمومه. الان بهرستان اینجوریه. در رفتن آقا یه خانواده داشتن چاه میکندن، آقا این چاه، این افراد یکیشون میفته ته چاه، اونجا گاز داشته، سبب میشه که نفر دوم خانواده میره، نفر سوم خانواده، نفر چهارم خانواده، همه میمیرن متاسفانه. مامورین آتش نشانی رو خبر میکنن، مامور آتش نشانی اولی میره تو، دومی هم میره که تو اولی رو نجات بده، اون دوتا هم میکشن بالا، بعد مردم میریزن سر آتش نشانی که آقا شما به کارتون رو به خوبی انجام ندادی، خب بابا نتونستن، گاز گرفته. خلاصه چهار نفر جان خودشون رو از دست میدن و خب دیگه بسیار از خبرها اینجا موند به خاطر اینکه این نمیخوای آقای بهروز خان این آقای خاکنگار و آقای بهروز خان کسی دیگه اینجا نیستش. آقای کی؟ آقای یکم هستن، آقای یکم هستن، خب دیگه همه هستن دیگه. خانم آقایان تا روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که مجموعه برنامه یه مجله تلویزیونی این هفته امروز هم مورد توجهتون قرار بگیره. ساعت 9 شب میام در منزلتون رو میزنم، اگرم تو محل کارتون باشین میگم سلام علیکم. فعلا تا ساعت 9 شب با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. تشکر ویژه از آقای بهروز مشکیان کارگردان فنی برنامه. روز روزگار بر شما.